به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه مخاطبین گرامی فرادرس من ایمان خان زیدالو هستم و با آموزش مرورگر گوگل کروم در خدمت شما عزیزان هستم ما توی این فصل میخوایم مرورگر گوگل کروم رو نصب کنیم و با تنظیمات و ویژگی های اون به صورت خیلی کلی آشنا بشیم و یک بررسی کلی رو داشته باشیم ما برای اینکه مرورگر گوگل کروم رو دانلود کنیم وارد سایت گوگل دات کام میشیم و عبارت کروم رو وارد که بکنیم ما را به این صفحه هدایت میکنه ما زمانی که روی این دانلود کروم بزنیم برامون شروع میکنه دانلود کردن کروم رو همونجا که میبینید یک فایل اگزه هستش که حدودا دو مگابایت هست اما خود حجم اصلی کروم اینقدر نیست نصف این به این صورت هست که شما زمانی که روی این مورد کلیک میکنید و میخواید نصب شروع کنید از خود سرور های گوگل فایلاشو میاره و دانلود میکنه برامون و نصبشو انجام میده به این صورت دیگه سیستمتون هم شلوغ نمیشه و دقیقا یک فایل دو مگابایتی رو شما دارید که بعد از نصب میتونید حتی این فایل پاک کنید و سیستمتون رو خلوت تر کنید ما حالا نصبشو انجام میدیم برای نصب مرورگر گوگل کلون روش کلیک راست میکنیم و گزینه ران از ادمینستریتور رو میزنیم همچنون که میبینید بعد از زدن این فایل اگزه میاد کانکشن رو به اینترنت بررسی میکنه و فایل هامونو و اون مواردی که نیاز برای نصب از خود سرور های گوگل بر میداره و نصبش رو شروع میکنه ولی فعلا یه مدا طول میکشه در این کانکشن به اینترنت رو بررسی کنه و فایل ها رو برداره و شروع به نصبش کنه ما فعلا فیلم رو اصاب میکنیم تا این کانکتینگ تموم شه پیغام نصب شدن کروم داخل سیستمتون رو برامون میاره که میبینید بره فاصله بعد از نصب ما وارد مرورگر گوگل کروم میشیم قبل اینکه به بررسی مرورگر گوگل کروم بپردازیم یه دو تا اینجا لازم خدمتتون بگم نکته اول اینکه که برای اینکه این مرورگر گوگل کروم به این تصویر پین بشه و اضافه بشه زمانی که خود این مرورگر باز هستش شما گزینه پین تو تصویر رو بزنید تا همیشه این مرورگر براتون این پایین وجود داشته باشه حتی زمانی که الان اینجا میبینید مرورگر رو میبندید این پایین براتون وجود داره و خیلی راحتتر و سریعتر بهش دسترسی دارید الان بیان روی این بزنید وارد مرورگر گوگل کروم میشه مورد بعدی اینه که ما میخوایم دیفال بروزر سیستمتون رو به مرورگر گوگل کروم تغییر بدید اگر داخل سیستمتون یک لینکی رو باز کردین یا حالا هر چیزی داخل سیستمتون باز کردین مستقیم با مرورگر گوگل کروم این مورد و کنه برای این کار شما می منوی ویندوز رو باز میکنید و وارد تنظیمات میشید می روی مورد روی گزینه اپس روی گزینه دیفالت اپس رو میزنید میان این پایین همونجور که میبینید الان دیفالت وب بروزر من روی مرورگر گوگل کروم هست اگر روی این مورد نبود میتونید با انتخاب این مورد و زدن بر روی گوگل کروم دیفالت برادر سیستمتون رو به مرورگر گوگل کروم تغییر وضعیت بدید خب ما اینو ببندیم و بریم سراغ خود مرورگر گوگل کروم اولی موردی که میخوایم بررسی کنیم تب ها هستش که اینجا میبینید تب ها وجود دارم میتونیم اون تب ها رو اضافه کنیم به این تب ها برگه ها هم میگن اگه دقت کنید پایین تب ها یک کادری وجود داره که بهش کادر همه کاره میگن که این تب ها پیش از موتور گوگل پشتیبانی میکنه شما میتونید یک عبارت کلید واژه یک آدرس یک سایت رو وارد این تب کنید و وارد اون سایت مد نظرتون بشید ما این تب ها رو ببندیم خب مورد بعدی که میخوایم بررسی کنیم علامتی که اینجا هست اگر وارد یک سایتی شدیم میتونیم برگردیم از اون سایت از این گزینه استفاده کنیم و اینکه اگر وارد چند تا سایت شدیم و این علامت برگشت رو زدیم میتونیم با زدن و روی این گزینه دوباره برگردیم به سایت قبلی که ازش بیرون اومدیم این مورد هم مربوط به ریلود کردن پیجا هستش همچنین علاوه بر که اینجا وجود داره میتونید آدرستون رو وارد کنید اینجا هم خود گوگل کروم یک جایی براتون گذاشته برای وارد کردن عبارت کلید واژه یا اون یو سایتتون اینجا مربوط به شورتکات ها هستش که اینا رو ما تک به تک در درس های بعدی توضیح میدیم فقط میخوام یک آشنایی کلی داشته باشید اینجا مربوط به بوشمار کردن یک سری سایت یا یه جاهایی که مد نظرمون هست هستش اینجا مربوط به شیر کردن اون صفحات هست اینجا مربوط به نمایش پنل های دیگمون هست این گزینه مربوط به تاریخچه جستجومون هست که با زدن بر روی اون میتونیم خیلی سریعتر به سایت هایی که جستجو کردیم تا یه جایی بریم این باشه من حالا درباره این توضیح دارم خدمتتون زمانی که روی این سه نقطه گوشه صفحه میزنید یک سری موارد براتون میاره نیو تب که یا همون تب جدیده نیو ویندو اینه که یک مرورگر دیگه ای رو کامل براتون باز کنه مورد بعدی مدل اینکاگنیتو هست که در واقع همون جستجوی مخفی یا ناشناسه مثلا شما میخوان جستجوی در گوگل انجام بدید و نمیخوان از خودتون رد پای به جا بذارید و بعد از جستجوتون اون عواردی که سرچ کردیم به طور کامل پاک بشه و اثری از اون نمونه این کار توسط این انجام میشه همونطور که میبینید با زدن بر روی اون ما رو وارد یه صفحه جدیدی میکنه که اگه بخواین سرچی رو انجام بدین و نمیخوان رد پای از خودتون به جا بذارید میتونید از این پنجره استفاده کنید و سرچتون رو انجام بدید. اینو ببندم. البته این نکته اینجا خدمتتون بگم ببینید حالت ناشناس منظورمون اینه که تاریخچمون داخل سرچ خود گوگل باقی نمیمونه وگرنه اون آی اس پی شرکتی که سرویس اینترنتون هست تمامی مواردی که شما دارین دانلود میکنید و اصلا دریافت میکنه و در تاریخچه اونجا میمونه ما اینجا منظورمون فقط صرفا در خود هیستوری گوگل هست مورد بعدی هیستوری هستش که میاد تاریخچه سرچ ها که انجام دادی رو انجام میده مورد بعدی دانلود هست اون دانلودهایی هایی که انجام دادیم و برامون بررسی میکنه بوکمارک ها و بررسی اونها. مورد بعدی زوم گوگل کروم هستش اینکه زوممون رو کوچیک کنیم یا اینکه بزرگ کنیم یا اینکه کلا کروممون رو تمام صفحه کنیم همچنین دکمه F11 بره برای بزرگ و کوچک کردن صفحه ما اینو برگردیم زومش رو به همون حالت دیفالتش مورد بعدی مربوط به پرینت هست مورد بعدی کرومکست هست که توی پاورپوینت بهش پرداختیم حالا اینجا هم بهش میپردازیم مورد بعدی مربوط به جستجو هستش و اینجا هم یک سری ابزارهای دیگه برامون قرار داده سیف کردن پیجا نام ویندوزمون پاک کردن دیتامون اکسشن ها تسمنجر و دیولپر تولز که حالا اینا تک تک بررسی میکنیم این هم یه سری گزینه که کات کپی پیسه اسمشون معلومه مورد بعدی ستینگ که ما این ستینگ به صورت کامل تو درس بعدی بررسیش انجام میدیم مورد بعدی هلپ که کمکی درباره نرم افزار میکنه این که گوگل کرومتون ورژن شنده الان ورژنی که در حال حاضر من روی برای آخرین ورژن که از اینجا شما زمانی که واردش بشید میتونید مرورگرتون رو آپدیت کنید چون برای آخرین ورژن هستش دیگه آپدیتی نداره و این که گزینه ایکسی هستش و کلا از مرورگر کروم ما خارج میشیم اینجا هم که جیمیل و ایمیج و و اپای گوگل هستش که به صورت دیفالت آخرشون وجود داره خیلی خوب در درس قبلی یک آشنایت کلی با محیط نرم افزار مرورگر گوگل کروم پیدا کردیم در این درس میخوایم با استفاده از حساب کاربری یا همون جیمیلمون به گوگل کروم وصل بشیم و از مزیت هایی که داره استفاده کنیم حالا مزیت ها رو من وتر خدمتتون میگم اما یک عیب بزرگی که لاگین کردن به گوگل کروم داره اینه که شما زمانی که لاگین میکنید داخل گوگل کروم تمامی رمزها عباراتی که جستجو کردین بوکمارک هاتون هر چیزی که حالا داخل گوگل کروم جستجو کردین و بعد از لاگین کردن در اختیار گوگل قرار میدید اگه یادتون باشه تو قسمت پاورپوینت هم گفتیم که گوگل زیاد در رازداری و حفظ اطلاعات کاربراش خوب عمل نکرده و حداقل از این مورد بدنام هستش این مورد رو حتما در نظر داشته باشین اگر اطلاعات خیلی مهم می دارید و نمیخواید لاگین بشین که اطلاعاتتون یه و حالا لو بره این مورد رو حتما در نظر داشته باشین و قبل لاگین کردن حتما تمامی جوانب رو در نظر بکشید خب ما برای لاگین کردن به مرورگر گوگل کروم دو جا داریم یه جایی که سه نقطه سمت راست رو بزنیم وارد ستینگ بشیم اینجا رو گزینه اول یو ان گوگل وقتی که وارد این گزینه یو ان گوگل بشیم میشه گوگل و شما اینجا میتونیم جیمیلمون رو سین کنیم با گوگلمون و اینجا میتونه جیمیلتون رو وارد کنی حالا قبل اینکه من جیمیل هم وارد کنم مسیر دوم هم بهتون بگم ما اگه بیام رو صفحه اصلی گوگل کروم زمانی که روی این گزینه بزنیم که میبینید روش نوشته یو اینجا باز میتونیم با استفاده از جیمیلمون لاگین شیم به گوگل کروم حالا این لاگین شده چه مزایایی داره اولی مزیتی که لاگین شدن داره ببینید شما زمانی که میخواین گوگلتون رو به دیوایس های دیگه مثل موبایل تبلت و لپتاپ و یا هر چیزی دیگه وصل کنید و میخواین اطلاعاتی که روی نسخه دسکتاپیتون هست عینا به دیوایس های دیگه مثل لپتاپ و گوشی اینا عینا انتقال داده بشه شما زمانی که لاگین کنید و حالا رو نسخه دیوایس دیگه هم لاگینتون رو انجام بدیم با همون جیمیل دیگه اینا با هم سینگ میشن و هر اطلاعات بوکمارک و هر سرچ چی رو که یا هر رمزی رو که داخل نسخه دسکتاپتون وارد کنید اینا داخل نسخه دیوایستون مشاهده میشه و یا بالعکس اگر داخل دیوایستون اطلاعاتی رو وارد کنید عینا میتونید اون رو داخل نسخه دسکتاپیتون ببینید حالا اولین مزیتی که داره دوم مزیتش اینه که این مورد ما قسمت پاورپوینت هم گفتیم اون خدمتتون شما به همراه مثلا خواهر برادرتون یک سیستم دارید اما نمیخواین که بوشمارک ها و سرچ و هیستوری که خودتون دارین با فرد دیگه خواهر برادرتون قاطی بشه و میخوای هر کدوم یک گوگل مخصوص به خودتون رو داشته باشید باز لاگین کردن اینجا به سودتونه و میتونید با استفاده از لاگین کردن هر کدوم یک گوگل کرو مخصوص به خودتون رو داشته باشید حالا ما بریم با منوی اینجا آشنا بشیم ما وقتی روی دکمه قلم میزنیم اینجا میتونیم اسممون رو عوض کنیم من اینجا اسمشو میذارم فرادرس حالا یه تمی در نظر میگیریم براش باز این قسمت تم من توی درس دیگه مفصل دربارشون صحبت میکنم بذار تم پر رنگتر انتخاب کنم که مشخص باشه من این تم انتخاب میکنم همچنین میتونید برای کانتسون یک عکس انتخاب کنید یک آواتاری انتخاب کنید به طور مثال من این عکس توپ رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید اگه ما یه صفحه جدید باز کنم میبینید که اسمم به فرادر تغییر پیدا کرد و پروفایلم هم تغییر پیدا کرد اما ما تا اینجا هیچ کاری انجام ندادیم یعنی تا زمانی که ما این اسم رو تغییر دادیم و حتی عکسمون رو عوض کردیم تا زمانی که جیمیلمون رو متصل نکنیم به گوگل کروم انگار هیچ کاری نکردیم و فقط این مورد و با همچین ترکیب با همچین رنگ حالا با همچین اسم و اینا فقط داخل همین نسخه دسکتاپی که ما در ضبط آموزش رو انجام میدیم داخلش برامون میاره اگر خواستیم روی دیوایس دیگه این مرورگر گوگل کروم برامون پیاده بشه نمیتونیم انجام بدیم و ناچاران مجبوریم که اطلاعات رو از اول وارد کنیم رضا برای سین کردن و مشاهده روی دیوایس دیگه حتما جیمیلمون رو باید وارد کنیم من حالا این سه تا گزینه رو فعلا نگار می‌دارم ابتدا جیمیل رو لاگین می‌کنم و بعد این سه تا گزینه رو توضیح میدم خدمتتون علاوه بر اون مسیری که قسمت ستین گفتیم به تو قسمت ستینگ گفتیم بهتون تو لاگین شی میتون از همینجا بر روی زدن این گزینه یو وارد شید و اینجا لاگین شید اینجا از ما اطلاعات جیمیلمون رو می‌خواد من اطلاعات جیمیلمون رو وارد می‌کنم نکسو می‌زنم اینجا رمز از من می‌خواد نکسو می‌زنم همونطور که میبینید اینجا برای من یه گزینه میاره میگه آیا میخواین اطلاعاتتون سینک بشه با گوگلتون یعنی اون تمامه هیستوریا و بوکمارک هایی که وجود داره براتون سینک بشه شما اگه یه بزنید تمام اطلاعاتتون عینا وارد گوگل کرومتون میشه حالا چون این گوگل کروم تازه دانلود شده و هیچ سابقه ای نداره فعلا چیزی ندارم که برام بیاره اما اگه شما روی جیمیل یک سری اطلاعات دارین خیلی راحت گذردن این گزینه yes i am in میتونین اون اطلاعاتتون رو عینا وارد این گوگل کروم کنید خیلی خوب قبل از اینکه ما این گزینه yes i am in رو بزنیم این ستینگ رو بررسی کنیم ما وقتی اگه این گزینه رو بزنیم تنظیمات پیشفرز خود گوگل کروم برامون ثبت میشه و حالا مواردی که وجود داره رو برامون میاره اما ما میخوایم یه مقدار تنظیماتش رو عوض کنیم و اون دسترسی هایی که خود گوگل داره رو محدودیت بهش بدیم و همچنین برای اون رمزها و اطلاعاتی که الان با زدن این جیمیلمون وارد گوگل کروممون میشه یه مقدار محدودیت هایی بذاریم میتونی با زدن این گزینه ستینگ این کار رو انجام بدیم بعد اینجا یک روی عبارت کانفیرم بزنیم باز همون سین کردن انجام میشه برامون کل اطلاعاتمون وارد گوگل کروم میشه وقتی روی این گزینه بزنیم روی این گزینه اول باشه سینگ everything برای همه موارد سینگ میکنه یعنی هر رمزی که دارین هر تمی که دارین هر سرچی که کردین هر اکستنشنی که دارین عینا براتون میاره اما ما نمیخوایم یه سری موارد برامون بیاره باز گفتم مربوط به همون مسائل امنیتی که هستش می روی کاستماایز میزنید و مواردی که دوست دارید با وارد کردن جیمیلتون انتقال داده بشه رو فقط اونا رو براتون بیاره به مثال مثلا اینجا میتونید اپ رو انتقال بدین، بوک مارک هاتون رو انتقال بدین، تم هاتون رو انتقال بدید، اما مثلا نمیخواید پسوردتون رو انتقال بدین، آدرسی که وجود داره رو نمیخواید انتقال بدین، تنظیماتتون رو مثلا اکستنشن هاتون رو نمیخواید انتقال بدین. خیلی از این موارد رو میتونید بزنید و شخصی سازی کنید. این دسترسی که گوگل بهش داره، من حالا همین حالت اوریتینگ میذارم که همه این موارد رو برام انتقال میده. برمیگردونم عقب، گزینه بعدی نحوه دسترسی به اون پسورداتونه که اینو اگه ما رو گزینه اول اگه باشه رو هر دیوایس دیگه ای اگر شما این جیمیلتون رو لاگین کنید به گوگلتون خیلی راحت اون رمزا و اینا براتون وارد میشه اما یک حالت دیگه ای وجود داره ما اینجا براش یک پسوردی در نظر میگیریم و اگر شخصی خاص رو دیوایس دیگه ای این تنظیمات و رمز و هر چیزی که وجود داره دسترسی داشته باشه ابتدا بیاد رمز رو بزنه و بعد به اون تنظیمات و پسوردهایی که من دارم دسترسی داشته باشه حالا من روی حالت میزنه اگه خاصی میتونید روی حالت دوم بذارید و یه رمزی براش هر نظر بگیرید نمیخوام این گزینه انجام بشه و همین کانفرم میزنم و عینا اینجا برای من سینگ میشه و میبینید که این سبز شده و این جیمیلی که الان واسه کردم لاگین شده و دیگه من سینگ شدم حالا این سری که اینجا گفتم بهتون اینجا مدیریت پسورداتون هست که ما این درس پسورد رو توی درس دیگه به مفصل بهش میپردازم مورد بعدی مربوط به پرداختیاتون هست موارد مربوط به پرداخت و اینا و مورد بعدی مربوط به آدرس هایی که وارد کردین و سیو کردین اینجا شما میتونید آدرس هایی که دارید و اینجا وارد کنید و سیوتون رو انجام بدید و اینم یه جای دیگه براتون نمایش داده بشه حالا به طور مثال اگه من یه آدرس بخوام وارد کنم ببینید که ایران اینجا من زدم وارد شد مثلا یه نیم ای براش میزنم و تلفن تا سفر اینجا میبینید ای ایران برای من وارد شد اینجا میتونم اون آدرس هایی که وجود داره رو ریموف کنم یا ایدیتشون کنم و پاکشون کنم ما هر این تا آدرس که الان وارد شد رو کامل پاک میکنم این قسمت آدرس ها ما دیدیم یه حالا دیگه که اینجا وجود داره مربوط به این گس هست یه حالا همون مهمان ما زمانی میخوایم یک نفرش یک مهمان یک نفر دیگه غیر از خودتون از گوگل کرومتون استفاده کنه اما شما نمیخواین که این اطلاعات و رمزا که دارین در اختیار ایشون قرار بدین وقتی روی این حالت بزنید بعد تو یه کروم جدیدی باز میکنه تحت عنوان کروم مهمان و ایشون خیلی راحت از مواردی که وجود داره استفاده کنه سرچش رو انجام بده و خارشه دیگه هم اینجوری به کانت گوگل خودتون متصل نمیشه و اون سو استفاده که میشه این کرد و دیگه نمیتونه انجام بده تفاوتی که این حالت با این حالت این داره اینی که در این حالت هیچ رد و سابقی ازتون باقی نمیمونه اما تو این حالت هر چیزی که انجام بدین هر چیزی که سیف کنید تو این محیط براتون سیف میشه و نفر بعد میتونه ببینه تمامی مواردی که سرچ کردین و تاریختون رو کامل دسترسی داره بهش من اینو میبندم مورد آخری که میخوایم خدمتتون بگیم اینو باز تو قسمت مزایا خدمتتون گفته بودیم که اگر مثلا دو نفر هستین که یک سیستم دارین استفاده میکنید و میخواین هر کدوم یک مرورگر مخصوص به خودتون داشته باشید میتونید از این حالت استفاده کنید و هر جفتتون اکانت ایمیلتون رو متصل کنید و هر کدوم یک مرورگر شخصی مخصوص به خودتون داشته باشید ما برای این کار دو جا داریم یا اینکه روی این, رو این چرخدنده بزنیم روی این گزینه اد بزنیم جیمیل رو اد کنیم جیمیل دوممون رو یا اینکه رو همین گزینه اد بزنیم و با آسانی کردن جیمیل دوممون رو اد کنیم من حالا جیمیل دوم رو اد میکنم میخوام یه سری تفاوت‌ها رو خدمتتون بگم باز اینجا آدرس و رمزمون رو وارد میکنیم باز اون تنظیماتی که میخواد سینک بشه من عبارت یس yes, I am اینو میزنم و اکانت دوم گوگل کروم متصل شد همجه که میبین اینجا اکانت اولم با اسم فرادرس 122 و مورد دوم فرادرس 133 من حالا همه این ببندم مورد اول اینکه اگه دقت کنید اینجا عبارت F وجود داره درس های قبلی پین کردیم این پایین مربوط به این کروم نفر اول بود اگه بخوایم نفر دوم رو پین کنیم میتونیم بریم وارد کروم نفر دوم بشیم و اونم مجدد این پایین ما بزنیم و پینش رو انجام بدیم اگه من جفتش رو ببندم میبینید که کروم نفر اول و کروم نفر دوم برای این پایین پین شدن حالا من اینو آن پین میزنم مورد بعدی که وجود داره اگه دقت کرده باشید ما میتونیم با زدن به روی این چرخنده وقتی روی یک صفحه ای هستیم وارد کروم های دیگه بشیم و به اون کروم دسترسی داشته باشیم همچنین میتونیم اسم اون کروم رو عوض کنیم من میزنم فرادرس یک و این هم میشه فرادرس دو از اینجا میتونیم دیلیت کنیم یا ادیت کنیم اون حالا رنگایی که وجود داره رو میتونیم بهشون بدیم اسمشون رو عوض کنیم و یا اینکه میتونیم جیمیل های دیگه منعت کنیم و چند تا گوگل کروم مخصوص به هر نفر داخل یک سیستم داشته باشیم خیلی خوب بعد از اینکه تو درس قبلی ما لاین شدیم به گوگل کروم حالا میخوایم تنظیماتی که داخل گوگل کروم وجود داره به صورت خیلی دقیقتر بررسیشو بررسیش کنیم البته داخل این تنظیمات یک سری مواردی وجود داره که هر کدوم در درس های دیگه بهشون میپردازیم اما یه سری تنظیمات دیگه هم وجود داره که قراره در این درس بهشون بپردازیم با تمام منوهایی که گوگل کروم داشت تقریبا اینجا تو درس قبل آشنا شدیم به موردی که میرسیم تسک منیجر هست علاوه بر این که خود سیستم تسک منیجر داره گوگل کروم هم برای مدیریت تب یه تسک منیجر درست کرده که قابلیت خیلی خوبی و, و مناسبی است به طور مثال شما تعداد زیاد تب باز کردید و میخواید ببینید مدیریت کنید سی پی و مقدار فضایی که ازتون گرفته حالا موارد دیگر رو مرور کنید میتونید با استفاده این تسک منیجر این کار رو انجام بدید به طور مثال من الان چند تا صفحه باز میکنم و داخل هر کدومی آدرسی رو سرچ میکنم و ببینید که به چه شکلی هستش من فیلم فلان استوب میکنم خب همونجور که میبینید ما چند تا تب باز کردیم و میخوایم بررسی کنیم که هر کدوم از این تبا چه مقدار از فضامون رو گرفتن و رو سیستممون چقدر دارن تاثیر میذارن ما روی این سه نقطه که بزنیم روی مور تولز وارد بشیم روی گزین تاس منیجر اگه بزنیم وارد تاس خود گوگل کروم میشیم که از تسک منیجر خود سیستم جداست اینجا براش یک شورتکاتی هم تعریف کردش همزمان شیفت اسکیپو اگه بزنیم وارد تسک منیجر میشیم و داخل تست منیجر میتونید تمام اطلاعات تب هایی که بازداریم یا خود مواردی که گوگل داره از اون استفاده میکنه رو ببینیم از جمله اگه اینجا دقت کنید برامو میزنه که فرادرس همین اکانتی که من باز کردم به سایت فرادرس وصل شده روش اگه نگردانیم میبینیم که اسم سایت ها رو نشونی ها رو میاره و اینقدر فضا گرفته سی پی یومون نتورک آیدی ای اون سایت و هر اطلاعات که میتونیم اینجا اضافه کنیم حتی با کلیک راست کردن روی این بالای صفحه میتونیم یک سری موارد دیگه هم اضافه کنیم مثلا از جمله این که مثلا چه ساعتی ما این صفحه رو باز کردیم کش تصاویر و یا سری موارد دیگه حالا مثلا ما تسک منیجر رو اووردیم و دیدیم که یکی از این تبامون داره بیشتر از بقیه جا میگیره و حجم زیادی رو گرفته از سیستمتون و سیستمتون رو کن کرده وقتی روش کلیک کنید با زدن روی این گزینه اند پروسس اون تب میبینی که بسته میشه و دیگه براتون نمای شده نمیشه من مجدد شیف اسکیپ رو بزنم همونجوری که میبینی این تب بسته شد بالا با باز مقیه هم میتونیم سلک کنیم و ببندیم با نگرشتن کنترل و سلک کردن اون مواردی که میخوایم ببندیم میبینی که این تب بسته شد این ها از کاری که تصمیم برای ما انجام میده من تبا اضافه رو ببندم دیدیم که تسک منیجر خیلی بهمون کمک میکنه که ما سیستممون رو مدیریت کنیم و مواردی که اگه حجم زیادی از روز سیستمتون داره میگیره و سیستمتون رو کند کرده استوب کنید و مورد بعدی دیولاپر تورز مربوط به برنامه نویسان توسعه دهندگان گوگل هست میتونید تو اینجا دسترسی به سورس کدا داشته باشیم و جستجوی اونا همچنین میتونید به عنوان پرینت یا بررسی رنگ سایت ها و یه سری مواردی که مربوط به برنامه هست از اون استفاده کنید گزینه دیگه اینجا وجود داشت کات کپی پیس بود گزینه کات شما زمانی که یک آدرسی رو اینجا وارد میکنید به طور مثال این سایت وقتی سلکتش کنید بیاین روی گزینه کاتی رو که بزنید براتون کات میکنه در واقع این همون شورت کاتیه که کیبوردم داره کنترل ایکس و بزنید این مورد براتون کات میشه همچنین میتونید کپی بگیرید اگه مثلا داخل یه وبسایتی رفتید یک محتوای وجود داشت میتونید سلکتش کنید و کپی بگیرید و این همون شورتکات کنترل سی هست از کیبوردتون و مثل این مورد که الان ما اینجا کات کردی میتونید با زدنه این گزینه پیستشون کنیم و